بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مالایی های گل، در هر کجای این سرزمین که هستی شالله حال دلت خوب باشه. ببین بیا بریم شروع کنیم تتمه تستای گفتار یک فصل آخر گیاهی سال دهمو بزنیم، وارد بحث گفتار دو بشیم. ریزوبیوم، نمیدونم آزولا، گونرا، این همزیستی ها، همیاری ها، نمیدونم روابط بین گیاه‌ها و جاندارهای مختلف رو می‌خوایم بررسی کنیم، می‌خوایم تست بزنیم از تثبیت نیتروژن، روابط همزیستی همیاری. خلاصه فصلی که داریم گیاهیه. مطلب ترکیبی مفهومی هم ماشاءالله زیاد داره. می‌خوای بهتری کنی با ما همراه باش. و اما سال شماره 16. کدوم از جمله زیر رو به درستی تکمیل می‌کند؟ ریزوبیوم‌ها. جای خالی سیانو باکتری ها، جای خالی هستن و باکتری های همزیست با آزولا، جای خالی گیاهان جالیزی، توانایی فتوسنتز، جای خالی. طراحش جا خالی دوست داشته، تست خودشه، هر کم ناراحته میتونه بره. آقا ما توی این داستان کتابتون یه چیزی داریم به نام ریزوبیوم و قارشیشه و این حرفه. خب اولا که قارشیشه ای با تمام ویژگی‌هاش تو این پاراگراف اومده، توی کارگاه نکته در موردش توضیح دادیم. الان هدفم این نیستش، هدفم بحث مرور خیلی ساده هستش. ببین ریزوبیوم اینها کارشون چی به بچه ها؟ اینها برخی گیاه ها منبع از باکتری همزیستی دارن که برای به دست آوردن نیتروژن بیشتر، لطفاً به این ا بیشتر دقت کنید، یعنی اگه این هم نباشن نیتروژن اینا جذب میکنن. بعد ریزوبیوم رو صحبت میکنه که در خانواده تیره پروانه‌واران توی اون گرهک ریشه و این حرفا هستن. نکته‌ای که خیلی عالیه اینه، میگه آقا اینا همزیستی همیاری دارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا این آبیه نیتروژنه، این قرمزه مواد عالیه، من میام نیتروژن رو میدم مواد عالی رو میگیرم، من کیم؟ ریزوبیومم. خب به کی نیتروژن میدم؟ به گیاه. از کی مواد عالی میگیرم؟ از گیاه. خب ببین یه اصطلاحی به کار برده به نام مصرف کننده و تولید کننده. این یعنی چی؟ قبلا فکر میکنم در موردش صحبت کردم. اینجا نگاه کنین عزیزای دلم. خب من میگم جاندار من دو حالت داره، یا تولید کننده است یا مصرف کننده است. آقا به تولید کننده چی میگن؟ به تولید کننده میگن اوتوتروف، به مصرف کننده میگن هتروتروف. اوکی آقا، بله اوتوتروف، هترو تروف. آقا این دوتا با هم چه فرقی دارن؟ لطفا دقت بکنید، تو تستا پوستتون رو میکنن. میگه آقا تولید کننده کسیه که میاد چی کار میکنه؟ خوب گوش کن، معدنی رو تبدیل میکنه به عالی. به اصطلاح به این کار میگن سنتز. چی میگن؟ سنتز. این تو کارگاه نکته خیلی در موردش بحث کردیم. من میدونم مصرف کنندم نمیتونه معدنی رو به عالی تبدیل کنه. اوکی خب فقط میتونه عالی رو تبدیل کنه به یک عالی دیگه. مثال بزنم برای جا بیفته. مثلا میاد گلوکوز رو که یک کربوهیدراته تبدیلش میکنه به لیپید، گلوکوز رو تبدیلش میکنه به پروتئین. به این میگم واکنش های تبدیلی. بچه ها مثلا تو بدن انسان همین اتفاق میفته دیگه. خب من آیا توانایی تولید معدنی به عالی رو دارم؟ خیلی مهمه. نه. مثال از مصرف کننده بگم انسان، مثال از مصرف کننده بگم هر غیر تولید کننده ای. آقا تولید کننده های من چه جور اتوتروفن؟ تو 12 هم خوندم دیگه، میگم من فوتو اتوتروفم، شیمی اتوتروفم. ببین تو یه انرژی، یه معدن، منبع الکترونی، یه چیزی داری با اون داری اتوتروف میکنی. خب من یکی از معروفترین اتوتروف هایی که دارم مثلا میگم گیاه
فوتو اوتوتروفه که در واقع داره چیکار میکنه؟ فوتو سنتز میکنه. مثلا من باکتری دارم، دوباره چیه؟ فوتو اوتوتروفه چیکار میکنه؟ فوتو سنتز میکنه. دوباره من باکتری دارم، شیمیو اوتوتروفه داره چیکار میکنه؟ شیمیو سنتز. متوجه شد؟ پس آقا هر کسی که میتونه معدنی رو به آلی تبدیل بکنه تولید کننده است. تا اینجا قبوله؟ خب آقا یه سوال، مصرف کننده آلی رو به آلی تبدیل میکنه، اینجا تولید کننده هم میتونه آلی رو به آلی تبدیل بکنه؟ بله این کار هم میتونه بکنه. اینو دارن، این مهمه، معدنی به آلی. خب آره، به اینجا ریزوبیوم، ببین اصلا اسمش چیه؟ ریزوبیوم. ریزوبیوم میشه دیگه، ریزوبیوم، ریزویه. خب ریزوبیوم آقا باکتری قارچه چیه؟ باکتریه. ببین ریزه، ریزوبیوم، ریز، ریز باکتری دیگه، کوچولوه، قارچ نیست، قارچ گنده است. خب آقا این ریزوبیومه گفتم همزیستی همیاری داره، یعنی یه چی میده یه چی میگیره، کاسبه، بلده، منتها یه چی میده یه چی میگیره. اونی که هیچی نمیده میگیره بهش میگیم انگل، ولی اونی که یه چیزی میگیره یه چیزی هم میده میشه چی؟ همیار، همزیستی همیاری. خب البته اونم بهتون میگم الزاماً، حالا الان محققین دنیای علوم زیست شناسی به بنده اساتید گلم ایراد نگیرن، ما رابطه همون قبلا توضیح دادم، سه مدل همزیستی همیاری، همزیستی همسفرگی و همزیستی انگلی. همزیستی همیاری دو طرف است، میگیرم میدم. همزیستی انگلی میگیرم نمیدم تازه ضررم میزنم. همزیستی همسفرگی میگیرم نمیدم ولی دیگه ضرر به میزبانم نمیزنم. خب آقا ریزوبیوم ها جای خالی سیانوباکتری ها، اول من بگی ببینم مصرف کننده است یا تولید کننده. تو پیش خود فکر میکنی، میگن که داره مواد عالی رو از گیاه میگیره، پس خودش نمیتونه بسازه، پس مصرف کننده است. دو و چهار میره بین یک و سه، دقیقا فهم یک و سه ما الان شک داریم. خب ببین مسئله بعدی سیانوباکتری چی؟ آقا سیانوباکتری اسمش روشه دیگه، شاخ فتوسنتز کننده های عالم خلقته. ما اصلا اوزونمون رو خیلی از دانشمندا میگن مدیون ایشونیم، در زمانی که اوزون نبوده اینقدر فتوسنتز کرده، اکسیژن تولید شده و اوزون ساخته شده. پس آقا سیانوباکتری واقعا شاخ فتوسنتز کننده است، پس این که مصرف کننده است، پس میشه ریبوزوم برخلاف سیانوباکتری مصرف کننده است. خب پس هم یک درسته هم سه. میریم مسئله بعدی، جا خالی دوم، باکتری های همزیست با آزولا جای خالی گیاهان جالیزی توانایی فتوسنتز. خب آقا گیاه جالیزی چیه؟ من یه آفتی دارم به نام گل جالیز، یه چیزی دارم به نام جالیز، این دوتا من فرق داره. ببین اولا که یک خیلی رفتم، من اینو توضیح بدم، اینهاش. ببین گل جالیز اسم ایشونه، آفت به کی حمله میکنه؟ گیاهان جالیزی مثل توت، گوجه فرنگی. خب گیاهان بوته ای که تو جالیز رشد میکنن، ما به اینو میگیم چی؟ گیاهان جالیزی. پس ببین گیاه جالیزی گیاهی که ما میکاریمش پس قرار فتوسنتز بکنه، گل جالیز اسم یک انگله که فتوسنتز نمیکنه. یه نکته. نکته بعدی آقا آزولا کی بود؟ اینها میم اینجا، این آزولا گیاه آبزی آزولا، بومی ایران نیست، واسه تقویت آوردنش کاری نداریم. این گیاه آزولا اینجا داره میگه اینها، گیاه آزولا با سیانوباکتری ها همزیستی داره و نیتروژن تثبیت شده رو دریافت میکنن. گیاه گندرا هم توی مناطق فقیر از نیتروژن رشد میکنه، توی دنبرگش و برگش با این داستان سیانوباکتری همزیستی داره. خب باکتری همزیست با آزولا سیانوباکتریه، گیاه جالیزی خب گفتیم توانای فتوسنتز داره، پس اینجا باید دارد باشه، چون باید بگه باکتری همزیست با آزولا یعنی سیانوباکتری همانند گیاهان جالیزی مثل گوجه فرنگی توانایی فتوسنتز دارند. پس همه پازلار که میچینیم بقل هم دیگه 16 میشه، گزینه یک. آقا بله تست ساده بود، خیلی ساده بود، من فقط سعی کردم استفاده کنم برای مرور مطالب، یعنی میشه زیر 20 ثانیه جواب داد. بریم سوال بعدی 17، کدام یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟
گیاهان حشره خوار توانایی فتوسنتز نداشته و اکثر مواد مورد نیاز خود را از طریق شکار به دست میارن. زرشک. آقا چطور صحبته؟ ها حقشه. آقا من واسه هزار و یکمین بار دارم بهت میگم دل نمیدی. آقا گیاهایی که شکارچیان خوب نگاه کن، حداقل انقدر که دیگه سواد داری، حافظه داری، نگاه بکنی اکثرا سبزن، برگ دارن، یکی با گل شکار میکنه، یکی با توبرش شکار میکنه، حفرش شکار میکنه، اینا اتفاقا فتوسنتز میکنن. چون نیتروژن نداره، آقا من خاکم نیتروژن نداره، خاک من فقیره، بس بذار شکار کنم، بگیرم موشه رو، آتا موشه نمیشه شکار، مثلا مورچه رو شکار کنم، مگزه رو شکار کنم، این ملخه رو شکار کنم، اینو بگیرم، اونو بگیرم، کدوم بگیرم، بیا همه رو بگیر، همه رو میگیره. فلزا اینها ببین سبزند، برای تأمین نیتروژن، گوارش جانوران کوچک مانند حشرات. دقت کردی اون لایتی که موش برات انداختم به خاطر تیکه اینه. ببین جانور کوچک، اینا توی فیلم ها نشون میده بزرگ شدن، واقعا بزرگاشون میتونن البته در حدی که تو اون فیلم ها نشون میده ما رو هم بخورن، امیدوارم که اینقدر بزرگ نشن هیچ وقت، همجوری کوچیک بمونن. خب آره به خدا، بله بله واقعا لعنت الله علی قوم الظالمین. پس گیاه حشره خوار توانایی فتوسنتز نداره، غلطه. دو، همه سیانوباکتری ها توانایی فتوسنتز و تثبیت نیتروژن رو دارن. همینجا بیا بهش بخندیم. چرا؟ ببین سیانوباکتری ها، متن کتابتون رو ببخشید بیارم، میخوام بزنم تو دهنش که تست بد به بچه مردم ندیم. ببین پایین در مورد سیانوباکتری ها داره صحبت میکنه. ای با من چرا میرم عقب؟ آها ببخشید، اینا میگه سیانوباکتری فتوسنتز کننده است. بعضیاشون، نه همشون. چرا حواست نی؟ چرا منو خون بزش گرم میکنی؟ هزار دفعه گفتم که آقا حواست باش، از شدت ترس فیلم مردم من خود صدا گرفت. خب بچه ها حواستون رو جمع کنید، آماده باشید برای دادهای بیشتر که بعضی از آنها میتوانن علاوه بر فتوسنتز تثبیت نیتروژن هم انجام بدن. پس همشون توانای تثبیت نیتروژن نه دارن. خب پس اینم غلطه. سه، هر باکتری نیترات ساز میتواند آتپ را تولید و مصرف کند. خب بیا هم رو راست باشیم، باکتری نیترات ساز ترسیدی قشنگ معلومه زرم مرد رفته بالا. دوستو نفس عمیق بکشی، لیوان آب بخور، گوشتن بذار کنار، حواست بده به درس. خب هر باکتری نیترات ساز زنده است یا مرده؟ زنده است. موجود زنده آتپ میخواد یا نمیخواد؟ میخواد. پس تولید میکنه، تنفس سلولی داره، مصرف هم میکنه. بله درست، سه درسته. چهار، هر باکتری سازنده آمونیوم، خب تثبیت کننده آمونیاک ساز، میتونه ترکیبات عالی خاک، خدافظ. هر باکتری سازنده آمونیوم نمیتونه ترکیبات عالی خاک رو برای تولید آمونیوم مصرف بکنه، فقط باکتری آمونیاک ساز از ترکیبات عالی استفاده میکنن. تثبیت کننده از نیتروژن مولکولی استفاده میکنه. فلز 17 گزینه 3 پاسخ صحیح ما هست. خب بریم برای سوال 18. نگه پایین نمیخواد بگیم پس افست دیگه. گزینه درست را در مورد باکتری های تثبیت کننده نیتروژن مشخص کنید. چشم، فرایند تثبیت نیتروژن یک فرایند وابسته به آنزیم است. خب بله اشاره کردم هر کدوم این فلش ها واکنش های آنزیمی داره توی فرایند چرخه نیتروژن، تو هر چرخه فرقی نمیکنه. البته عموما البته چرخه آب و بچه الان مثال میزنم، یا آب داره بخار میشه آنزیمش کجا بود؟ نه در مورد چرخه نیتروژن، چرخه کربن تا حد زیادی چرخه فسفر، این فلش ها عموما واکنش های آنزیمی هست. دو، اطلاعات مربوط به چگونگی فرآیند تثبیت جو در هسته این جانداران نهفته است کاملا غلطه. چرا؟ آقا تثبیت کننده ما تنها موردی که تو کتابتون خوندی باکتریه. باکتری هم پروکاریوت هسته نداره. اگر میگفت در دی ان ای شون در دی ان اشون میپذیرفتم، ولی چون گفته هسته غلطه. سه، امکان انتقال ژن های موثر در فرآیند تثبیت نیتروژن از آنها به گیاهان در مهندسی ژنتیک وجود دارد. خب متن کتابتونه میگه میخوام ژن این باکتری رو برداریم بدیم به گیاه خودش تثبیت نیتروژن انجام بده، پس امکانش هست. چهار، ویژگی شاخص سیانوباکتری ها توانای فتوسنتز. بله عرض کردم سیانوباکتری ها شاخ فتوسنتز عالمن. از موقعی که ما توی این دنیا نبودیم، پیش خدا بودیم، این باکتری ها داشتن فتوسنتز میکردن. فلزا 18 گزینه 2 تمام. سوال شماره 19،
چند جمله به نادرستی بیان شده است. آقا دنبال غلط میگرده، دنبال زیر بغل مار میگرده. باکتری های تثبیت کننده نیتروژن همانند باکتری آمونیاک ساز نیتروژن مولکولی جذب میکند. خدا نگهدار. فقط یه مدل باکتری، اونم باکتری تثبیت کننده با نیتروژن مولکولی کار داره، بقیه نیتروژن مولکولی رو نمیتونن. میدونید نمیشه گفت هر چیزی رو، اصلا فکرش هم نکن. پس من میام بگم تثبیت کننده مانند باکتری آمونیاک ساز غلط. پس الف غلط. ب، آمونیوم موجود در خاک فقط توسط باکتری تثبیت کننده نیتروژن تولید میشود. این هم غلطه. گفتم هزار بار بهت گفتم دو جور باکتری من دارم که اینا آمونیوم خاک رو زیاد میکنن. یکیش باکتری آمونیاک سازه، یکیش باکتری تثبیت کننده. پس دو نوع باکتری، یه نوع نیست. به هم غلطه جی. ریزوبیوم ها قارچ هایی هستند که خدا نگهدار. ریزو ببین، ریزوبیوم، ریزوبیوم ریز باکتریه، قارچ گنده است. قارچ ریزوبیوم. پس جیم غلط. داد میگه ریزوبیوم قارچه. خدافظ. ریزوبیوم باکتریه. گیاهان تیره پروانه باران با انجام فرآیند تثبیت نیتروژن خدا نگهدار. چرا بار هزارم دارم بهت میگم، موجیک ترکیت، بار هزارم دارم بهت میگم، فقط و فقط ببین شما گوش کن، اینا که پدر منو در آوردن گوش نمیکنن. فقط باکتری تثبیت کننده نیتروژن میتونه نیتروژن رو تثبیت کنه، نه هیچ کس دیگه ای، نه گیا، نه جانور، فقط باکتری. اونا فقط تثبیت کننده نیتروژن. فلزا الف به جیم دال غلط. 19 گزینه 4 پاسخ صحیح تست ماست. بریم سوال بعدی. آقا سوال 20 چی میگه؟ میگه کدام یکی از موارد زیر صحیح میباشد؟ حدود 10% همه گیاهان با قارچ‌ها همزیستی ندارن. زرشک. چرا؟ کتاب میگه 10% از گیاهان دانه‌دار. یه جا همینجا گفته بود 10% از گیاهان دانه‌دار پیداش بکنم براتون میارم. حالا ببین همینجا بود متن کتابش. اینا حدود 90% گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی دارن. 90% گیاهان دانه دار. پس 10% گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی ندارن. آقا بله، اینجا رو بیا نگاه کن، من یه چیزی میخوام برات بنویسم. باجی کردم ورش داریم. خب بیا میچ نگاه کن. گیاهی که من دارم خیلی سریع بخوام بگم دو دست است، یا بدون آونده یا دارای آونده. اون که آوند ندارد که هیچ، میشه خزه گیاه. اون که آوند داره دو حالت داره، یا بدون دانه است یا دارای دانه است. اونی که دانه نداره میشه چی؟ سرخس ها. بچه ها خزه برگ ندارد، ساقه ندارد، ریشه هم ندارد. خب اونی که دونه داره دو حالت داره، یا باز دانه است یا نهان دانه است. اون که باز دانه است مثل کاچ، نهان دانه دو حالت داره، یا تک لپه یا دو لپ. خب خطاشو بکشم. گیاه من یا اینجوری یا اینجوری، به این حالت، 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 به این حالت. خب آقا بله، خب دقت کن، میگه حدود متن کتاب 90% گیاهان دانه دار دارای آوند، بدون دانه دارای دانه. اینجا این 90%ی که با چه نمیشم گیاهان نسخه میکنم. دخترا ببخشید منم خیلی پیام داده نوشته آقا ما عاشق این هستیم که ماژیکو با دستت پاک میکنی، اگه میشه با پاتم پاک کن. میگم نمیتونم، تو پام جوراب در نمیاد، انقدر دخترا بدشون میاد آقا مرزا با ماژیک پاک میکنی، اصلا یه جوری میشن همشون. نمیدونم 90% پیام بدید، اگه حس مشمئز کننده ای دارید من پیام بدید که آقا مشمئز میشیم. 90%شون با قارچ ها همزیستی دارن. خب ببین من 90% اینجام با قارچ ها، این شاخه، همشون نه، 10 نه 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 اینطور نیست. پس من میتونم بگم آقا 10%شون حدود دیگه با قارچ ها همزیستی
ندارن. مشکل تلفن نمیشه بدبخت. خب پس آقا این که میام میگم همه گیاهان حتما نمیدونم با قارچ همزیستی دارن یا ندارن غلط. این که رفت. دو، باکتری های همزیست با آزولا توانایی تولید اودو و آمونیوم رو دارن. آقا کی با آزولا همزیسته؟ دیدیم سیانو باکتری اودو تولید میکنه. توانایی تولید اودو یعنی فتوسنتز تو تستا، حواست باشه. پس من میگم باکتری همزیست با آزولا یعنی سیانو باکتری فتوسنتز میکنه، اودو تولید میکنه، آمونیوم. بله این سیانو باکتری که با آزولا داره همزیستی میکنه اتفاقا هم فتوسنتز کننده است. گفتیم بعضیشون میتونن تثبیت نیتروژن هم انجام بدن. اینات بفرمایید این داستان اینجاش. میگه سیانوباکتری نوعی از باکتری فتوسنتز کننده هست که بعضی از آنها میتوانن علاوه بر فتوسنتز تثبیت نیتروژن هم انجام بدن. آزولا و گندرا رو میگه که با سیانوباکتری همزیستی جذابی دارن. پس دو درست. نگفته الزاما، گفته تواناییشو داره. پس میچه میتونیم قبول بکنیم که سیانوباکتری ها حتما فتوسنتز میکنن، بعضیشون هم توانایی تثبیت نیتروژن دارن. سه، باکتری نیترات ساز همانند باکتری آمونیاک ساز میتوانند یون آمونیوم تولید کنند. غلطه غلطه غلط قلوته غلطه غلطه غلط قلوته غلط میاد به سندت نمیخوره، اون موقع پیش خدا بودی اینا رو پخش میکه. خب آقا باکتری نیترات ساز نیترات میسازه، نمیاد آمونیوم بسازه، پس سه غلطه. چهار، میگه باکتری همانند قارچ ها توانای تثبیت نیتروژن. خدا فس، ببین دوباره زدم یه ماژیک شکوندم سر این قضیه، درش پک شد کجا رفت خدا میدونه، نشکست الکی دادم جواب میدم. خب فقط باکتری تثبیت کننده نیتروژن میتونه نیتروژن مولکولی رو تثبیت کنه. من مرده صدا بردارم فوش میده، من مرده شما زنده، فقط باکتری تثبیت کننده نیتروژن میتونه نیتروژن مولکولی رو تثبیت کنه. بقیه گرفتی؟ آره بریم. فرضه 4 هم غلطه، 20 میشه گزینه 2. این کمباین ها ما رزا، این کمباین بنازیم رو تستا درو کنیم بریم جلو. خب بریم سوال 21. اگه عشقای خودم با من همراه باشن، یه شکل داده الف به جیم دال داده. خب پس اولین کاری که میکنی الف به جیم دال رو تو ذهن در بیاد که بتونی گزینه صحیح رو پیدا کن. اینه که من نگاه میکنم ناخودآگاه یاد این میافتم، یاد این اینا. ببین یه چیز خیلی واضح و مشخصی، اینو شما خودت میای چیکار میکنی؟ تطبیق میدی با الان بهت میگم با کجا تطبیق میدی. با این مثلا میتونی با این تطبیق بدی که قشنگ در بیاری که هر کدوم از اینها چی، لذا به راحتی میای تطبیق میدی و تشخیص میدی که الف و ب و جیم و دال چی. رفتم اصلا دست رفت همه چی اینهاش این شکله. بعضی از بچه ها میگن آقا اینا رو کجا آوردی؟ میگم اینو باید تطبیق بده رو اون، که مثلا اینو بدونی رو پوسته، اینو بدونی آوند مثلا چوبه، آوند آب کش داره، نمیدونم بافت زمینه داره، همه رو باید بتونی تشخیص بدی. الان اینجا نگاه کن، بذار من زوم کنم. اینهاش. خب خوبه دیگه، عشان بزرگ و معلومه. آقا الف خب سلوله رو پوسته، تمام شده رفت به کارش. دال بافته چیه؟ زمینه ایه. حالا خوب نگاه کنین شکل رو، تو این بخشش ب رو ببین، جیم رو هم ببین. ببین ب زده به مرکز، رنگش هم قرمزه، جیم زده به کجا؟ کناره ها. طبق چیزی که ما میدونیم آوند چوب اون وسط با رنگ قرمز نشونش میدن، اینه هم که کناره جیم آوند آبکش. خب آقا سوال ما چاپمون سیاسفیده، خب اهمیتی نداره، مرکزیت رو با آوند چوب در نظر میگیریم. خب میگه الف میتواند روپوست ترکیباتی تولید کنند تا دیواره روپوست کوتینی شود. خب کاملا غلطه. اه آقا چرا روپوست کوتین؟ آره تو ریشه خودم رو نابود کردم، اینجا همین گوشم بودم. تو ریشه ما ترکیبات لیپیدی درست نمی کنیم، ریشه باید آب جذب کنه، لیپید مانع جذب آب نمیشه. دو، جیم دارای پروتوپلاست زنده و دیواره نخستین نازکی می باشد. خب آقا جیم بس آوند آب کشه، من تو آوند آب کشه سلوله پارانشیم رو دارم که خب پارانشیم آب کشی پروتوپلاستی زنده است، دیواره نخستینش هم نازک، کاملا درسته. بریم سراغ ب.
میگه به آوند چوبه، برخلاف جیم دارای دیواره پسین زخیمی نمی باشد. خب غلطه، بیم اتفاق به آوند چوب دارای دیواره پسین زخیم و چوبی شده هستش. چهار، مواد آلی مورد نیاز قارچ از بخش به تامین می شود. نه دیگه، به آوند چوبه، مواد مورد نیاز از جیم آوند آبکش تامین می شود. فلز 21 گزینه 2 رو میتونیم به عنوان جواب صحیح بپذیریم. اما سوال 22، با توجه به جانداران همزیست در قارچ ریشه ای کدام مورد صحیح نباشد؟ خب قارچ ریشه ای ما کیا رو داریم؟ اینها. میگه آقا یکی از معمول ترین سازگاری ها برای جذب آب مواد مغذی مخصوصا فسفر، همزیستی ریشه یا با انواعی از قارچ ها. ببین میخواد قارچ باشه میخواد نباشه، مسئله اینجا اینه، قارچ یوکاریوته، گیاه من هم یوکاریوته، حواست باش. این قارچ ها درون ریشه یا به صورت غلافی در سطح ریشه زندگی میکنن. غلاف قارچ ریشه رشته های ظریفی به درون ریشه میده که تبادل انجام میشه. بسیار عالی. بعد ببین دقت کن به چیز خیلی داره، میگه پیکر رشته‌ای و بسیار ظریف قارچ. اینجا بحث ظرافت میاد مطرح میشه، نازکه، حواست باش. خب ببینیم چی هست چی میگه. نسبت سطح به حجم، آها یادم میاد اون تست قبلی نسبت سطح به حجم صحبت کردیم، گفتیم آقا سطح به حجم هر چقدر که طرف ما بزرگتر باشه نسبت سطح به حجمش کمتره، و هر چقدر کوچیکتر و نازکتر و کشیده تر باشه نسبت سطح به حجمش بیشتره. میگه نسبت سطح به حجم جاندار هتروتروف از جاندار اوتوتروف بیشتر است. خب هتروتروف مصرف کننده قارچ، اوتوتروف تولید کننده گیاه. قارچ من پیکرش نازک و ظریف، پس نسبت سطح به حجمش بیشتر از گیاه همه. پس گزینه یک درسته، هر چقدر جاندار سلول کوچیکتر، نازکتر، درازتر، کشیده‌تر نسبت سطح به حجمش. مثال بگم الان سلول ماهیچه‌ای نسبت سطح به حجمش بیشتر یا سلول چربی؟ خب فکر می‌کنم میگه ماهیچه‌ای دراز و کشیده است، چربی گرد و قلم، بس سطح ماهیچه‌ای بیشتره، پس نسبت سطح به حجم ماهیچه‌ای از چربی بیشتره. بریم اونقدر میگه که آقا مثلا نسبت سطح به حجم سلول عصبی بیشتره یا مثلا یه سلول گیاهی. میگه سلول عصبی دراز و کشیده است، نسبت سطح به حجمش بیشتره. حالا میگه آقا دو تا سلول گیاهی دارم، یکی انقدر کوچیک‌تر بزرگتر، کدوم نسبت سطح به حجمش بیشتره؟ تو میگی کوچیک‌تره. خب این واسه دو، رشته های ظریف پیکر جاندار هتروتروف توانای جذب فسفات خاک رو داره، عرض کردم. عملا قارچ ریشه ای یکی از مهمترین فایده ها جذب فسفر. سه، جاندار هتروتروف همانند جاندار اوتوتروف توانای تثبیت نیتروژن جو را ندارد. کاملا درست است، هیچ کدومشون توانای تثبیت نیتروژن جو رو ندارن به جز یک باکتری که بهش میگیم باکتری تثبیت کننده. خب یک غلط، دو غلط، سه غلط، پس چهار جواب دیگه. جاندار هتروتروف برخلاف جاندار اوتوتروف فاقد ساختار دیواره می باشد. غلط. من واسه بار نمیدونم چندم دارم تذکر میدم، بچا قارچ ها هم دیواره دارن ولی جنس دیواره شون اصلا مشابه دیواره به اصطلاح گیاهان نیست. دیواره قارچ ها کیتینه، نوعی پلیساکاریده. دیواره گیاهان سلولوز پروتئین، حواستون باشه. فلزا 22 گزینه 4 پاسخ صحیح ما هستش. خب یه سوال دیگه هم حل بکنیم، وقت میشه فکر میکنم یه سوال دیگه. از اتاق فرمان اشاره میکنن که نه دیگه وقت نمیشه. همینجا همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.